به نام خدا و سلام و درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. خوش آمدید به خبرهای 12 حمل، 12 ربیع الثانی و اول آپریل سال 2015 میلادی. در ابتدا سرخط خبرها: متوقف شدن دوباره گشت و گذار موترسایکل ها در هرات. انفجار یک موترسایکل دلیل تصمیم تازه قمندان امنیه است. یک سال تأخیر در انتخابات پارلمانی کشور. معاون ریاست جمهوری میگوید انتخابات پارلمانی به دلایل فنی به تعویق افتاده است. گفتگوهای اتمی ایران و قدرت‌های جهان به وقت اضافه کشید. قرار است امشب سرنوشت مذاکرات چندین ساله مشخص شود. نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از تلفات غیرنظامیان یمنی. یونسف میگوید در حملات عربستان به یمن تا کنون 62 کودک کشته شده است. درود بر شما. خوش آمدید به مشروع خبرها. من محمد مجید موحد هستم. قمندان امنیه هرات در گفتگو با شبکه استقلال اعلام کرد که سر از فردا باری دیگر گشت و گذار موترسایکل ها در هرات ممنوع می باشد. و ای پس از بازدید از محل یک حمله انتحاری که عصر امروز در هرات روی داد این مطلب را بیان کرد. خیابان منتهی به میدان هوایی هرات، جایی که تاکنون گواه بیشترین حملات انتحاری و انفجارها بوده است. حوالی ساعت 4:30 عصر امروز هم این خیابان گواه یک حمله انتحاری دیگر بود. راننده این موتورسایکل مواد منفجره همراه خود را در بلوار قهرمان ملی هرات منفجر نمود. مسئولان پلیس میگویند از چند روز قبل گزارش هایی را مبنی بر ورود چند عامل انتحاری به هرات داشتند و به همین دلیل تدابیر امنیتی ویژه در مسیر جاده منتهی به میدان هوایی هرات از سوی نیروهای امنیتی روی دست گرفته شده است. ما 3 روز به این طرف راپور داشتیم. راپورایی که از مرکز برای ما رسیده بود، راپورایی که از ارگانهای کشما برای ما رسیده بود، در همین 48 ساعت پروگرام عملی انتحاری در 2-3 نقاط شهر راپور برای ما آمده بود. وقت نیروهای امنیتی ما هم از اردوی ملی ما در جاده که شما جاده میدان هوایی است، نیروهای اردوی ملی ما، پلیس ما، ولسوالی انجیل ما، ارگانهای کشما ما در این جاده فعالیت داشتند تا جلوگیری از حوادث بکنند. هدف اصلی عامل انتحار کننده ساختمان ولایت هرات بود است و فرد انتحاری قصد داشته تا از مسیر خیابان میدان هوایی خود را به ساختمان ولایت هرات برساند، اما به خاطر تدابیر امنیتی موفق نشد تا خود را به شهر هرات برساند. او مواد انفجاری خود را در بلوار قهرمان ملی منفجر کرد. در پی این حادثه فرد انتحار کننده کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. خوشبختانه موترسیکلی که میخواست با هدف اصلی خود برسانه طرف ولایت بود رسانه نتانست، در قسمت موقعیت ولسوالی انجیل این خود انفجار داد و فضل خدا در این انفجار تا فعلا ما یک نفر در این موتر سرایچی که میبینین، اون موتر سرایچی هم تخریب هم نشده، یک نفر در این موتر سرایچی زخمی برای ما راپور آمده، دیگر تلفات جانی و خسارات مالی وجود نداره. پس از چند روز ناامنی، بیش از 2 ماه می شود که هرات شب و روزهای نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشته بود. حدود 2 ماه قبل از این که آمار ترورها در هرات بلند رفته بود، مسئولان ادعا می کردند که بیشتر از 80% از ترورها با استفاده از موتورسایکل ها انجام می شود. این حادثه انفجار هم با استفاده از همین وسیله نقلیه صورت گرفت. به همین دلیل قمندان امنیه هرات تردد موتورسایکل ها را برای مدتی دوباره ممنوع کرد. سر از همین دقیقه موتورسایکل ها برای با تا امرسانی توقف دائمی شد. چرا راپورای ما داشتیم در موتورسایکل اونه بلاخره عملا دیدم که همین حادثه توسط موتورسایکل باز رخ داد. ما ایره باز در شورای نظامی ولی عاجل جلسه شورای نظامی را دایر میکنیم، فیصله میکنیم، اگر شورای نظامی با ما موافق شد
ما متصل دوباره توقف میدیم. در پی اوج گرفتن ناامنی ها در هرات، سید فضل الله وحیدی سرپرست این ولایت و جنرال عبدالباقی بهسودی قمندان امنیه هرات از وظایفشان برکنار شدند. اما پس از معرفی شدن جنرال روزی به عنوان قمندان امنیه هرات، وضعیت امنیتی در این ولایت به گونه نسبی بهبود یافت. اکنون باید منتظر ماند و دید تا در روزهای پیش رو وضعیت امنیتی هرات چگونه خواهد شد. از 23 سال روز وفات استاد محمد علی عطار هروی با برگزاری مراسمی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گرامی داشت به عمل آمد. همچنان در این مراسم کتاب تلاوت نی اثر استاد نجیب الله انوری رونمایی شد. این مراسم از سوی مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شده بود. تالار مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میزبان محفلی به مناسبت گرامی داشت از 23 سال روز وفات استاد محمد علی عطار هروی است. شخصیت های علمی و مسئولان دولتی هرات هم در این مراسم حضور دارند. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات یکی از سخنرانان این مراسم بود. به باور او هنرمندان باید مورد تقدیر و تحسین مردم قرار بگیرند. امروز ما محفل یادبود 23 سال روز استاد عزیز و چهره‌رسم و استاد بزرگوار محمد علی عطار هروی که یکی از شخصیت های ماندگار در هنر هرات و آثار با ارزش خود هست، نه تنها هراتی ها بلکه در کشورهای منطقه هم قدردان استاد مردم هستند. استاد محمد علی عطار هروی به شاعر کتیبه ها شهرت داشت و در زمینه یه هنر خوشنویسی هم دست بلندی داشت. او شاگردان زیادی را در این وادی آموزش داده است. استاد عبدالغنی نکسیر یکی از شاگردان استاد عطار است که مدتی را در کنار او سپری کرده است. استاد شاگردان تربیه کردن که امروز هر کدام از اینا میتونه در سطح هرات که در سطح افغانستان افتخار خطاتی، افتخار هنر خطاتی در افغانستان در منطقه باشند. مثل استاد انوری، استاد توانا، استاد مرحوم پیرزاد، استاد مرحوم حسین فاصل بکری و بعد این سری خطات های دیگه که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند یا در داخل هرات هستن افغانستان و کار خطاتی ادامه بودند. همچنان از کتاب تلاوت نی اثر ارزشمند استاد نجیب الله انوری خطاط چیره دست هرات نیز در این مراسم رونمایی شد. کتاب تلاوت نی با کوشش محمد رفی اصیل یوسفی به زیور چاپ آراسته شده و در آن گزیده ای از آثار خطاطی استاد نجیب الله انوری جمع‌آوری شده است. در این کتاب تقریبا میشه گفت 6-7 نو خط از خطوط متنوع است نوی وجود داره، از قبیل خط نصر، خط سولز، خط شکسته، خط مستحلیخ و خطوط متنوع دیگه که تقریبا کمتر رایجه نگارش یافته. استاد محمد علی عطار هروی در سال 1289 هجری شمسی در شهر هرات به دنیا آمد. او توانایی کتابت بیش از 49 خط را داشت. با ورود نیروهای شوروی به افغانستان و آغاز جنگ در کشور، عطار هروی راهی ایران شد و تمام کتیبه هایی که او سالها در به دست آوردن آن زحمت کشیده بود همه از بین رفت. سرانجام استاد عطار در 27 حوت سال 1371 هجری شمسی در شهر مشهد ایران درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. 16 نامزد وزیر تازه حکومت وحدت ملی امروز به مجلس نمایندگان معرفی شدند. هفته آینده و پس از بررسی سندهای تحصیلی نامزد وزیران، روند رأی اعتماد با آنان در مجلس نمایندگان آغاز می شود. این در حالی است که تاکنون نامزد وزارت دفاع مشخص نشده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری امروز چهارشنبه 16 نامزد وزیر را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. دانش در این مراسم با بیان اینکه حکومت به فیصله های مجلس نمایندگان احترام دارد گفت از نمایندگان مجلس می خواهد تا به این نامزد وزرا رأی اعتماد بدهند تا هرچه زودتر کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل شود. معاون دوم رئیس جمهوری ادامه داد حکومت به فیصله های مجلس نمایندگان احترام می گذارد. کمیسیون های اختصاصی مجلس نمایندگان تا یک هفته دیگر سندهای تحصیلی این نامزد وزران را بررسی خواهد کرد و سپس برای آنان صندوق رأی خواهند گذاشت. نامزد وزیران معرفی شده به قرار زیلند.
دکتر عبدالبصیر انور نامزد وزیر وزارت عدلیه، دکتر اسدالله حنیف بلیغ نامزد وزیر وزارت معارف، اسدالله زمیر نامزد وزیر وزارت زراعت و آبیاری، همایون رسا نامزد وزیر وزارت تجارت و صنایع، عبدالستار مراد نامزد وزیر وزارت اقتصاد، عبدالرزاق وحیدی نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنولوژی، دکتر فریده مومند نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی، عبدالباری جهانی نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، علی احمد عثمانی نامزد وزارت انرژی و آب، محمود بلخی نامزد وزیر وزارت فواید عامه، سید سعادت منصور نادری نامزد وزیر وزارت شهرسازی و مسکن، محمد گلاب منگل نامزد وزیر وزارت سرحدات و قبایل، دکتر نسرین اوریاخیل نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین، محمد الله بتاش نامزد وزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی، سلامت عظیمی نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر و خانم دلبر نظری نامزد وزیر وزارت امور زنان. این در حالی است که این نامزد وزیران کابینه پیش از سفر رهبران حکومت وحدت ملی به آمریکا اعلام شده بودند. انتخابات پارلمانی کشور با یک سال تأخیر برگزار خواهد شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور ضمن اعلام این موضوع اعلام کرد که حکومت خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف است. وی همچنین هشدار داد که برای رهایی 31 شهروند ربوده شده در ولایت زابل از تمام امکانات و نیرو استفاده خواهد شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید انتخابات پارلمانی در کشور با یک سال تأخیر نسبت به تقویم انتخاباتی که در قانون پیش بینی شده برگزار خواهد شد. آقای دانش امروز چهارشنبه هنگام معرفی 16 نامزد وزیر حکومت به مجلس نمایندگان گفت حکومت افغانستان امیدوار است تا در جریان سال آینده یک انتخابات شفاف برای انتخاب اعضای مجلس داشته باشد. امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد در سال آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و عاری از هر نوع تخطی و تخلف داشته باشیم. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی کشور دوره کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد و شروع جدید به کارش آغاز میکند. اما به نظر میرسد که عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی سبب شده تا این تقویم دست کم یک سال به تاخیر افتد. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که دولت افغانستان برای رهایی 31 مسافر ربوده شده از هر شیوه ممکن استفاده خواهد کرد. سرور دانش امروز در مراسم معرفی نامزد وزیران جدید کابینه به مجلس نمایندگان گفت با آنکه دروازه‌های مذاکره با مخالفان مسلح حکومت باز است، اما آنها با قاطعیت تمام از جان و مال شهروندان کشور دفاع می‌کنند و برای رهایی 31 مسافر ربوده شده از هر شیوه و وسیله ممکن استفاده خواهند کرد. برای نجات و رهایی هموطنان اختطاف شده خود از هر شیوه و وسیله ممکن استفاده خواهیم کرد. آنان اگر به این فکر باشند که با گروگان گرفتن مسافران هزاره به وحدت ملی ما آسیب می‌زنند و یا نفاق و تفرقه ایجاد می‌کنند، باید بدانند که کور خواندند. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که قتل فرخنده مایه شرمساری دولت افغانستان است و آنان با عزم قاطع عاملان این رویداد را محاکمه کرده و عدالت را تطبیق خواهند کرد. سرور دانش میافزاید هر مقام دولتی که در این بخش کوتاهی کرده باشد برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. به گفته معاون دوم رئیس جمهور غنی پس از این حکومت وحدت ملی در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که با سوء استفاده از احساسات مردم قانون را نقض کرده و مرتکب جنایت و خشونت شود. حال خبرهای کوتاه داخلی تقدیمتان می شود. حسیب الله مسئول استخبارات گروه طالبان در ولایت میدان وردک در یک درگیری با افراد وفادار به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار کشته شده است. دفتر مطبوعاتی میدان وردک با انتشار اعلامیه گفته است که حسیب الله شب گذشته در منطقه موسوم به کریم داد از مربوطات ولسوالی نرخ این ولایت جان خود را از دست داده است. در اعلامیه آمده است که شب گذشته میان افراد وفادار به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و طالبان در این منطقه درگیری رخ داده است.
جمعه خان همدرد سرپرست ولایت پکتیا از مقامش کنار رفت. سرپرست پیشین این ولایت در استعفانامه‌اش دلیل کنار رفتنش را توجه به امورات مردمی و حزبیش عنوان نموده است. به نقل از استعفانامه آقای همدرد، وی پس از این برای رسیدگی به امور سیاسی و اجتماعی باشندگان شمال کشور کار خواهد کرد، زیرا این مأموریت را بر اساس تقاضای مردم ولایت شمال کشور انتخاب کرده است. گروه پیگیری قضیه کابل بانک میگوید بعد از فیصله محاکم 6 تن از مقروضین بزرگ کابل بانک تعهد کردند که پولشان را میپردازند. گروه پیگیری قضیه کابل بانک این مطلب را دیروز در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بیان کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این 6 تن بیش از 72 میلیون دلار قرض دارند. رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر تاکید کرد که بر اساس یک تقسیم اوقات واضح برای حصول پول کابل بانک از مقروضین آن تلاش جدی صورت گرفت. در اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت سرپل 40 منزل مسکونی ویران گردیده است. عبدالجبار حقبین سرپرست سرپل گفت این سیلاب ها صبح امروز در منطقه قلعه سخته این ولایت جاری گردید. آقای حقبین همچنان گفت در اثر این سیلاب ها یک تن از باشنده های محل نیز لادرک گردیده است. وی گفت اداره مبارزه با حوادث طبیعی را توظیف کرده تا برای افراد آسیب دیدگان این رویداد هرچه زودتر کمک کند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود میگوید که ارتش آمریکا از نزدیک به 50% از پروژه هایش در افغانستان اسناد مالی در اختیار ندارد. به گفته سیگار این پروژه ها که ارزش آنها به صدها میلیون دلار میرسد از سوی قراردادهایی در افغانستان انجام شده است. به گزارش سیگار پروژه هایی که ارتش آمریکا از آنها اسناد مالی ندارند در جریان برنامه های واکنش فوری فرماندهان از سال 2002 تا سال 2013 میلادی انجام شده است. گفته شده که بیشترین پروژه ها در مناطق بحرانی و جنگ زده تطبیق شده است. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. با وجود سپری شدن ضرب الاجل ایران و 6 قدرت جهانی عضو گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی در پایان مارچ بر سر اجزای اساسی توافق هسته‌ای، هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف این مذاکرات حساس را بامداد چهارشنبه و پس از یک استراحت کوتاه اثر گرفتند. با آنکه آخرین دور از این مذاکرات فشرده تا پیش از رسیدن به مهلت تعیین شده تا اواخر نیمه شب سه‌شنبه در جریان بود، دو طرف با تأکید بر آنکه توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است، تصمیم گرفتند برخلاف دوره‌های گذشته بدون اعلام تمدید مهلت مذاکرات آن را در وقت‌های اضافه در روز چهارشنبه ادامه دهند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از آغاز نگارش راه حل‌ها خبر داد و به نقل از عباس عراق چی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد هیئت ایرانی در لوزان نوشت که وزیران خارجه 7 کشور در پایان نشست چهارشنبه بیانیه مشترک مطبوعاتی منتشر خواهند کرد. این دور از مذاکرات از روز پنجشنبه با دیدار وزیران خارجه آمریکا و ایران آغاز شد و وزیران خارجه دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تدریج در روزهای شنبه و یک شنبه به آن پیوستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که از ابتدای حمله عربستان به یمن از یک هفته پیش تا کنون دست کم 62 کودک جان باخته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از استفاده عربستان و کشورهای همپیمان آن از بمب‌های خوشه‌ای در حمله هوایی به یمن خبر داد. بیش از 62 کودک تاکنون قربانی حملات هوایی عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتلاف همسو با عربستان شدند. جولیان هارنیس نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در یمن یونسف از جامعه بین‌الملل خواست تا هرچه سریع‌تر برای حمایت از کودکان یمنی وارد عمل شود. وی از طرفای درگیر در یمن نیز خواست تا تمام تلاش خود را برای حمایت از کودکان به کار گیرند.
سازمان یونیسف تاکید کرد درگیری‌ها به برخی مراکز خدمات بهداشتی و نیز نظام آموزشی آسیب‌های فراوانی وارد کرد. سازمان یونیسف همچنین به نبود امنیت غذایی و سوء تغذیه به عنوان دو مشکل اساسی برای کودکان اشاره کرد. در خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که عربستان و کشورهای همپیمان آن در حمله هوایی به یمن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردند. این گزارش افزود جنگنده‌های سعودی مناطق مسکونی را در شهر صنعا پایتخت یمن بمباران کردند که به قربانی شدن 23 غیر نظامی از جمله کودکان و تخریب 14 منزل در منطقه بنی هواد منجر شد. در این گزارش اقدام عربستان در استفاده مجدد از سلاح‌های ممنوعه شده در سطح بین‌المللی در تجاوزگری بی‌وقفه به یمن ابراز نگرانی کرد. این گزارش به وجود عدلی در خصوص استفاده عربستان از بمب‌های خوشه‌ای در حملات هوایی خود به یمن اشاره کرد و جو استورک معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای سعودی باید علناً مخالفت خود را با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای اعلام و درک کنند که استفاده از آنها تأثیر ویرانگری بر غیر نظامیان دارد. گفته نیست که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی صنعا و دیگر ولایت‌های یمن به سبب حملات نظامی مستمر عربستان به مناطق مسکونی شاهد کمبود دارو و پزشک برای درمان زخمی‌ها می‌باشد. دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای از آزادی تکریت به دست نیروهای دولتی این کشور خبر داد. در این بیانیه آمده است که در جریان عملیات آزادسازی شهر تکریت ده‌ها هراس افکن داعشی کشته شده‌اند. پس از گذشت یک ماه از آغاز عملیات نیروهای دولتی و نیروهای مردمی عراق برای آزادسازی شهر استراتژیک تکریت از کنترل گروه داعش، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که نیروهای ارتش با کمک نیروهای مردمی و عشایر روز سه‌شنبه وارد مرکز تکریت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از بیانیه دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق، نیروهای امنیتی عراق با تصرف بخش‌های جنوبی و غربی به مرکز تکریت رسیده و در حال تکمیل تسلط خود بر کل شهر هستند. شهر تکریت زادگاه صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق بوده و در حدود 140 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. بسیاری بر این باورند که آزادسازی تکریت مقدمه برای آغاز عملیات دیگری برای آزادسازی شهر موصل خواهد بود. ارتش عراق با کمک نیروهای مردمی عملیات بازپسگیری تکریت را از روز 11 ماه هود آغاز کردند و به رغم پیشروی‌های سریع در روزهای نخست، پس از مدتی به دلیل حملات تکتیراندازی‌های داعش و نیز بمب‌های کنار جاده‌ای این عملیات با کندی روبرو شد. از این رو بغداد از نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه هراس افکنان داعش خواست که پشتیبانی هوایی این عملیات را آغاز کند. دولت فلسطین امروز چهارشنبه به طور رسمی به عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه درآمد. عضویت رسمی فلسطین در دادگاه لاهه با آن اجازه پیگرد قضایی مسئولان اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و یا دیگر اقدامات مرتبط با اشغالگری می‌دهد. در مقر دادگاه کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هالند مراسمی به مناسبت عضویت فلسطین در این دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد. این اقدام گام جدیدی در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک و قضایی به شمار می‌رود که تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2014 در دستور کار قرار داد. ارتش اسرائیل در طول حملات خود علیه فلسطینیان و ارتکاب جنایت ضد بشری و جنگی هزاران نفر از آنها را به شهادت رسانده یا زخمی کرده است. تاکنون امکان شکایت در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل در این زمینه وجود نداشت، اما با این عضویت راه برای محاکمه سران اسرائیل هموار می شود. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات. فردا پنجشنبه آسمان کابل ابری و بارانی، بالاترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6. هرات ابری، بالاترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. مزار شریف آفتابی،
بالاترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. قندهار، ابری و بارانی. بالاترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. جلال آباد، ابری و بارانی. بالاترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. غزنی، ابری و بارانی. بالاترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. و سرانجام بامیان، ابری و بارانی. بالاترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. یک دلار آمریکایی خرید 57 افغانی و 90 پول، فروش 58 افغانی. یک یورو واحد پول اروپا خرید 62 افغانی و 50 پول، فروش 63 افغانی. یک پوند انگلیسی خرید 85 افغانی و 30 پول، فروش 85 افغانی و 50 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 17 افغانی و 30 پول، فروش 17 افغانی و 40 پول. 1000 کالدار پاکستانی خرید 564 افغانی، فروش 565 افغانی. 1000 روپی هندی خرید 920 افغانی، فروش 930 افغانی. یک درهم امارات خرید 15 افغانی و 60 پول، فروش 15 افغانی و 70 پول. یک ریال سعودی خرید 15 افغانی و 20 پول، فروش 15 افغانی و 30 پول. در پایان عناوین اصلی را بازگو می کنم. متوقف شدن دوباره گشت و گذار موتورسایکل ها در هرات. انفجار یک موتورسایکل دلیل تصمیم تازه قمندان امنیه است. یک سال تأخیر در انتخابات پارلمانی کشور. معاون ریاست جمهوری میگوید انتخابات پارلمانی به دلایل فنی به تعویق افتاده است. گفتگوهای اتمی ایران و قدرت های جهان به وقت اضافه کشید. قرار است امشب سرنوشت مذاکرات چندین ساله مشخص شود. نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از تلفات غیرنظامیان یمنی. یونیسف می‌گوید در حملات عربستان به یمن تا کنون 62 کودک کشته شده است. پایان بسته خبری. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. تشکر از همراهیتان.